الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب در این فرصت اولی که ما داریم، این گونه که به بنده فرمودن، در خصوص عرفان و عرفانهای نوظهور من به اندازه‌ای که وقت اجازه میده مختصری با هم بحث میکنیم. خواهش بله. خب ما یعنی یک ساعت وقت داریم الان. خب این یک ساعت چقدر شو برای صحبت بذاریم؟ چقدر رو چون سوال و جواب یه وقت داره، میخواین یه رو بشه بذاریم برای سوال و جواب؟ خیلی خوب. خب موضوع همطوری که مستحضرید عرفان و عرفانهای نوظهوره. یکی از موضوعات بسیار مهم هم در تاریخ انسانها هم در تاریخ ادیان، به ویژه در تاریخ اسلام، از جهت مفید بودن و مؤثر بودن، همچنین از جهت سوء استفاده از او و مخرب شدن، موضوع عرفانه. ممکنه یه مقداری تعجب ایجاد بشه در مرحله اول، یه موضوعی که هم از جهت مفید بودن بسیار مهمه، اگر شکل صحیح اون در جامعه شناخته بشه و پیاده بشه، و اما اگر لوس بشه، آلوده بشه، از جهت مخرب بودن هم یکی از موضوعات بسیار مهمه. مثل خود دین، اصل دین اگر به شکل درست و صحیح در جوامع بشری شناخته شد و مردم عامل به اصل دین بشن، خب خیلی نتایج زیادی رو به بار میاره. ولی اگر همین دین لوس بشه، آلوده بشه، تحریف بشه، چقدر ممکنه مخرب و آثار سوئی داشته باشه. خب حالا عرفان چی هست و عرفان اسلامی چیه؟ عرفانهای نوظهور یعنی چی؟ عرفان یه معنی لغوی داره، یه معنی اصطلاحی که من هر دوتاش رو توضیح عرض میکنم که معلوم بشه یعنی چی. ما وقتی یه کلمه ای رو، حالا تو هر زبانی، فعلا چون در رابطه با فارسی و عربی به عنوان متن دینی داریم بحث میکنیم، من توی عربی و فارسی عرض میکنم، ولی در هر زبانی همینطوره. ما وقتی یک کلمه ای رو به کار میبریم، معنایی که در لغت برای اون وضع شده به این میگن معنی لغوی. مثلا الان ما تو فارسی تا میگیم آب، همه ما میدونیم اون مایه خاص H2O که انگلیسی ها میگن واتر، این معنا لغوی. اصلا در ابتدا تو زبان فارسی برای آب همچو لغتی وضع کردن، برای ساعت همچو لغتی، این میگن معنی لغوی. خب معنی لغوی عرفان یعنی چی؟ عرفان کلمه عربیه، توی فارسی هم را پیدا کرده، شناخت، آگاهی. پس معنی لغوی عرفان یعنی شناخت. اگر بنده بگم عرفان فیزیک، با توجه به معنی لغوی درسته یا نه؟ بله، یعنی شناخت فیزیک. یه دانشمند فیزیک شناختی که راجع به فیزیک داره، از نظر لغت میتونم بگم عرفان فیزیک. عرفان پزشکی یعنی یک دانشمندی که در رابطه با پزشکی معرفتی شناختی داره، میشه عرفان. اما منظور این نیست، منظور معنی اصطلاحیه. حالا معنی اصطلاحی چیه؟ در هر فرهنگی یک کلماتی رو اومدن بنا به جهاتی یه معنای خاصی براش وضع کردن که گاهی با معنای لغوی خیلی فرق میکنه و اینو میگن معنی اصطلاحی. مثلا به عنوان مثال، من تو فارسی که این کلمه از عربی اومده، استعمار، کلمه استعمار از نظر لغت یعنی چی؟ عمران آبادی، آباد کردن، کلمه عربی باب استفعال از امره. اما امروزه اصطلاحاً استعمار یعنی بهره کشی، یعنی زورگویی، یعنی کلک زدن، یعنی حق بازی کردن. این اصطلاح شده. لذا نمیگیم معنی لغوی استعمار اینه، معنای اصطلاحیش اینه. یا حالا تو قرآن بگم، تو زبان دین ما کلمه صلات در زبان عربی یعنی چی؟ لغتن دعا و درود. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و پیام، خدا و ملائکه بر پیامبر نماز میخونن، که معنا نمیده، درود میفرستن، تحیت میفرستن.
اما اصطلاحاً دعا با آداب خاصی با وضو رو به قبله که بهش میگیم نماز. پس صلات معنی نماز اصطلاحیه، معنی لغویش نیست. عرفان معنی اصطلاحیش چیه؟ اون بحثی که الان قراره تو این جمع با هم داشته باشیم و به عنوان یک امری که در فرهنگ دینی هم میتونه مفید باشه هم میتونه مخرب باشه، منظور معنای اصطلاحیه. معنای اصطلاحی چیه؟ کلمه شناخت توش هست ولی دو تا قید داره: شناخت قلبی حقیقت. خب یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم عرفان رو معنی کنیم به معنی اصطلاحی، اگه فقط بگیم شناخت، تعریف درست نیست. خب اون که معنی لغویه، شناخت قلبی و حقیقت، شناخت قلبی حقیقت. اول سوال میشه شناخت قلبی یعنی چی؟ یه توضیح مختصری عرض میکنم. الان اگر بنده از شما بپرسم روی این میز ساعت هست یا نه، شما شناخت دارید؟ میفرمایید بله. این شناخت شناخت حسیه چون مربوط به بیناییه. شما دیدید؟ میفرمایید بله. حالا اگر بنده بگم روی این میز لیوان آب هست، شما میفرمایید نه، چون حس من همچه چیزی رو اینجا احساس نمی کنه. یه سری شناخت ها، اطلاعات، معرفت ها با حس حاصل میشه. اینو میگیم شناخت حسی که علوم تجربی و ساینس از این مقولن. اما یه سری شناخت ها با عقل حاصل میشه. الان این ساختمانی که ما توش واقع شدیم، بنده که ندیدم کی اینو ساخته، شاید شما هم ندیده باشید، ولی ما میتونیم از آثار پی به مؤثر ببریم. این اثر رو یه نگاهی بکنیم بگیم بناش مهندسش دقیق بوده یا نبوده. این نوع قضاوت کردن با حس نیست، با عقل. حس داریم شیء محسوس رو میبینه. اینو میگن شناخت عقلی یا شناخت فلسفی، اصطلاحا بهش میگن فلسفه. ساینس به شناختی میگن که با حس حاصل میشه، ولی نالج شناختی است که با عقل حاصل شده، مثل مسائل فلسفی. حالا عرفان چیه؟ شناخت قلبی. ما همون جوری که حس داریم داریم احساس میکنیم، عقل داریم داریم ادراک میکنیم، یه قدرت دیگری خدا به ما داده اسمش میذارن دل. و دل میتونه شهود کنه، کشف و مکاشفه داشته باشه. یعنی چی؟ اول یه توضیح مثالی یه مقدار ساده عرض کنم، بحثو یه کمی روشن‌تر کنه یعنی چی. الان این مثالی که بنده زدم، بگم ساعت رو میز هست یا نه، خب با حس جواب میدیم. چراغ روشنه یا نه، با حس جواب میدیم. اینجا گرمه یا سرده، با حس جواب میدیم. این ساختمون دقیقه دقیق نیست، مهندسش خوب بوده نبوده، اینا رو با عقل جواب میدیم. اما حالا یه موضوعی رو بنده مطرح میکنم. فرض کنید شما برادرتون، خواهرتون، پدرتون توی کشور دیگه است، هیچ دلیل حسی و عقلی، حسی مثلا نه تلفن شد، نه نامه دادن، نه هیچ دلیل دیگری، عقلی هم هیچ ملاک عقلی نداشت که شما بگید من امشب از مرکز امام علی برگردم خونه، داییم یا برادرم خونه ماست. نه حسی دلیل دارید نه عقلی، اما میگید به دلم افتاده. این یعنی چی؟ میگید به دلم افتاده، من برگردم خونه، برادرم اونجاست. میرید میبینید هست، میگید ای این به دلم افتاده بودا. ما معمولا میگیم به دلم افتاده بود، یا یه مقداری دقیق تر باشیم میگیم به قلبم خطور کرد، به قلبم خطور کرد. این دل چیه؟ من نمیگم همیشه راست میشه، اشتباه هم میکنه، همون جوری که حسم خطا میکنه، ما خطای حواسم داریم، عقلم اشتباه میکنه، ولی باید اونا رو درست هدایت کنیم. دلم همینطوره. دل چیه؟ یه قدرتیست خدادادی در دنیای درون ما که میتونه یک حقایق رو در خودش بیابه. این بیابه نه حس نه ادراک عقلیه. شما این شعر رو قطعا شنیدید، معروفه، این معنی همیش اصطلاح عرفانیه: چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. خب اگه نادیدنیه چجوری ببینم؟ نادیدنیست با چشم سر، یعنی با این نمیشه دید، ولی با چشم دل میشه دید. یه نمونه ای از کار دیدن با چشم دل رؤیای صادق است. رؤیای صادقه. آیا شما شده که وقتی یه خواب میبینید بگید خواب شنیدم، بگید خواب درک کردم، میگید خواب با چی دیدید؟ چشمتون که خواب بودین بسته بود، اون چشم دله.
لذا هرچه روح پاکتر باشه، هرچه فطرت سالمتر باشه، هرچه انسان تزکیه نفس بیشتری کرده باشه، رویای صادقه بیش، حتی حالا در عرفان اینو میخوان بگن اگر انسان روی دلش کار کنه احتیاج به خواب نیست، تو بیداری میبینه، این میشه شهود قلبی. پس دل، لذا این دل که میگیم اشتباه نشه، ما در فارسی گاهی میگیم دل، منظورمون دل بخواهی هوای نفسه، اونو نمیگیم. ما مثلا سعدی میگه مرو در پی هرچه دل خواهدت، که تمکین تن نور جان کاهدت، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. این دل، دل بخواهیه. بعضی وقتا به بچه ها میگیم خب عزیز من هرچی دلت میخواد که نباید دنبالش بری، یکم باش مخالفت کن. این دل هوای نفس، اونو نمیگیم. منظور از دل این قدرته که قرآن بهش میگه، کلمه قرآنی که دل چی؟ احسن. فؤاد، فؤاد جمعش افعده، حالا آیه شو براتون میخونم. فؤاد، گاهی هم قلب، فؤاد، ف و واو همزه الف دال، حالا عرض کنم افعده جمعشه، و گاهی هم قلب میگن، حالا فرق قلب و فؤاد چیه براتون عرض میکنم. ببینید شما تو فارسی اگر اون شعر رو ببینید، منظور از دل معلومه، یعنی هوای نفس، ما اینو نمیگیم. اما یه وقت توی فارسی شما میگید دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک، کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. این نقش دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد عشق ورزد اشک ریزد، صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. این دل یعنی چی؟ اون شعر معروفی که الهی سینه ایده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی. این دل یعنی چی؟ قرآن کریم در سوره مبارکه نحل میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. افعده جمع فعاده. جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. به این آیه دقت کنید. خدا شما را از شکم مادرانتون به، یعنی شما به دنیا اومدید، شما وارد این عالم شدید، لا تعلمون شیئا، یه بچه بودید چیزی بلد نبودید، اما برای شما چشم و گوش قرار داد، یعنی ابزار دانش حسی، ببینید، بشنوید، یاد بگیرید. اما بعد میگه و افعده، دل، چون جمعی دلها، انسانها، که با این خب با دل چیکار کنیم؟ با دل شهود کنیم. حالا یه آیه دیگه از قرآن براتون میگم که ببینید دل چگونه میتونه شهود کنه، راجع به مقام پیغمبر. شما در سوره نجم دارید که وقتی سخن از معراج پیغمبر میکنه، میگه پیغمبر معراج رفت، دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا میگه ما کذبل فؤاد ما رعا، فؤاد و رؤیت، ما کذبه، دروغ نبود، دروغ نگفت، اون چرا که فؤاد پیغمبر دید. نمیگه شنید، نمیگه تعقل کرد، میگه دید. همونجوری که شما میگه تو عالم، شما واقعا یه رؤیای صادقه میبینید تو عالم خواب، دیدید یا ندیدید؟ بیدار میشی تعریف میکنید، ولی اون چی بود؟ این چشم که بسته است. اون قدرتی که مربوط به روح من و شماست و میتونه یه حقایق رو ببینه، اون ازشو میذارن دل. خب پس عرفان چیه؟ میگن شناخت دلی، شناخت قلبی. حالا قلب میگن چون قلب، باز یه ترجمهش میشه دل، ولی معنی دقیقش فؤاده، چون قلب گاهی به معنی عقلم میاد در زبان عربی، لذا یه جایی گفتن قلب، باید ببینیم منظور فؤاده یا منظور عقله. ولی فؤاد بگن فقط دله دیگه، معنی دیگه نداره. این برای اینکه یه کمی باز روشن‌تر بشه براتون، اجازه بدید اینجوری مثال عرض کنم. الان شما این قرآن کریم که دست بنده است، این رو شما فرض کنید به این شکل ملاحظه بفرمایید. حالا فرض کنید که این صفحه آینه است، هر دوی این دوتا جسم هستن یا نه؟ شیء جامد مادی هن. ولی تصویر این کلاس در جلد قرآن منعکس نمیشه، و
ولی تصویر این کلاس اگر این آینه باشه در این آینه منعکس میشه. دل مثل یک آینه است، ولی چون ماده نیست، از عالم معناست، اگر صیقلی شده باشه، گرد و غبار روش ننشسته باشه، به طرف حقیقت قرار بگیره، کل حقیقت هم میگیم چیه؟ حقیقت رو در خودش منعکس میکنه، که اینو در اصطلاح عرفانی میگن عین الیقین، بالاتر از علم الیقین، که بالاتر از عین الیقین چیه؟ حق الیقین، که دیگه خیلی اون درجهش بالاست که به این راحتی ها نمیشه ادعاشو کرد. مثال میزنم فرقش رو. فرض بفرمایید که ما اینجا که نشستیم یه پنجره داشته باشه به بیرون، ما میبینیم از کنار پنجره دود میاد بالا، ما دود رو داریم میبینیم، ولی بر مبنای عقل میگیم معمولا دود نشانه آتشه، پس معلومه پشت دیوار آتشی روشن کردن. علم ما نسبت به آتش میشه علم الیقین، چون من که ندیدم، ولی از آثار پی به مؤثر بردم، عقلم این حکم میکنه. ولی حالا اگر پاشم برم پنجره رو باز کنم اینجوری نگاهی با اون آتشا، این میشه عین الیقین، چون دارم میبینم، دارم مشاهده میکنم. ما یه وقت با عقل اثبات میکنیم خدا هست، یعنی واقعا از نظر عقلی کاری که فیلسوف میکنه، میگه به این دلیل خدا هست، مولا درزش هم نمیره، شک هم توش وارد نمیشه، اما این علم الیقینه. عارف چی میگه؟ میگه من خدا را میبینم. حالا بالاتر از او بگم، از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این اوج عرفانه. ما رأیت شیئا، خب شیئا این ساعت شیئه دیگه، این میز شیئه، من و شما شیئیم، این فرش شیئ، یعنی یه چیزی که وجود داره. ما رأیت شیئا، من هیچ چیزی رو ندیدم، الا و رأیت الله، مگر اینکه خدا رو دیدم، قبله و معه و بعده، قبلش خدا، بعدش خدا، با او هم خدا. یا تو نهج البلاغه حتما شنیدید، از امیرالمومنین پرسیدن یا علی خدا رو دیده ای؟ چی جواب دادن؟ خدای ندیده رو عبادت کنم، اما با چی؟ با چشم دل، یعنی اون چنان دلم به طرف حقیقت، حقیقت اینجا یعنی خدا و حقایق عالم معنا، با اون طرف الان گرایش داره که تمام اون حقایق در اینجا منعکس شده است. این قدرت رو میگیم دل. پس معنی عرفان چی شد؟ شناخت دلی حقیقت یا شناخت قلبی حقیقت، اگه خیلی بخوام عربی بگم شناخت فؤادی، معرفت الفؤاد للحقیقه، فؤاد و دل معرفتی که نسبت به حقیقت پیدا میکنه، این میشه معنی عرفان. خب حالا عرفان و اسلام، آیا اسلام هم چون معرفتی رو قبول داره؟ بله، هم عقلا هم نقلا. اولا خب وقتی ما میبینیم معرفت عقل از معرفت حس بالاتره، معرفت دل از معرفت عقل بالاتره، اسلام هم یه دین کاملیه، میشه دین کاملی معرفت سطح بالاتر رو نداشته باشه؟ این که نمیشه که. بعدم ما میبینیم هم تو روایات ما اومده، هم تو آیات شبیه همی که الان خوندم راجع به پیغمبر میفرماد ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد پیغمبر دید همه اون حقایق عالم رو، بعدم اومد برای ما نقل کرد که چه خبره. اما حالا در رابطه با من و شما انسان‌ها، من دو تا حدیث رو سریع رد میشم. یک، از پیغمبر اسلام نقل شده، تو تمام منابع روایی هم اومده، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، این به خودشو برای خدا خالص کنه، اگه به تعبیر عرفانی الان میخوام بیان کنیم، یعنی آینه دل رو از زنگار بزدایه، این گرد و غبار گناه کدورت اینا رو از روی دلش پاک کنه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه، چشمه های جوشان حکمت از دلش شروع میکنه به زبانش جاری شدن. خب اینا از کجا اومد تو دلش؟ یعنی چون 40 روز خودشو خالص کرد، همه حقایق تو دل او وارد شد.
حدیث دیگه اینو سریع‌تر و روشن‌تر بیان میکنه. باز از پیغمبر اسلام داریم، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا ملکوت السماوات. این لنظروا مهمه. لولا ان الشیاطین، اگر این شیطنت ها، گناهان و آلودگی ها لولا نبود، یحومون علی قلوب بنی آدم، دور دل بنی آدم رو نمی گرفت، لنظروا، نفرمود لعلمو، نفرمود لسمعو، نفرمود مثلا این فرد الان اینجا نسبت به این امرت تعقل میکنه، فرمود لنظروا، لام لام تأکیده، همانا نگاه میکنه، نظاره میکنه، میبینه چیو؟ ملکوت از سماوات، حقایق ماور. ملکوت یعنی عالم معنا، فرشته رو ملک میگن، ملکوتیه. راجب روح ما هم وقتی میگن مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ملکوت یعنی حقایق عالم ماوراء ماده، عالم مجردات، عالمی که جسم نیست. فرشته رو ملک میگن، فرشته رو ملک میگن، ملائکه ما میگیم، یعنی موجودات ما فوق ماده. ملکوت یعنی عالم ماوراء ماده، عالمای برتر. خب چرا گفت لنظرو؟ میگه میبینه. شما تو نهج البلاغه خطبه 222 از امیرالمؤمنین مطلب عجیبی دارید در این رابطه. حضرت فرمودن ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند ذکر رو قرار داد که شما دلتون رو با ذکر خدا جلا بدید، با یاد خدا، بیاد خدا باعث جلای قلب میشه. خب حالا قلبی که جلا پیدا کنه چه میشه؟ همین توضیحی که الان در تعریف عرفان عرض کردم، تسمع بهی بعد الوقره، کر بودا ولی حالا دیگه میشنوه. اینو روی این دقت کنید، نهج البلاغه امیرالمؤمنین امام اول ما شیعیان، افتخار میکنیم دم از علی بزنیم، اینم سخن حضرت چی داره میگه؟ جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشبه. وقتی با ذکر دل را جلا بدن، تا حالا نمیشنیدن حالا میشنون، تا حالا نمیدیدن حالا میبینن. خب اگه این چشم من مشکل نابینایی داشته باشه، من ذکر بگم چشمم میبینه؟ منظور اینه؟ گوشم مشکل داشته باشه، خب اگه منظور این گوش باشه، آقا سمعک میخواد، نمیدونم جراحی میخواد، چی میخواد، یه حرفی، ذکر باعث میشه این گوش حالا نمیشنید حالا بشنوه، منظور چشم و گوشه، دله. این ذکرم میگه جعل الذکر جلاء للقلوب، ذکر قرار داده شده تا دلها را جلا بدهد. گاهی تو بیداری این شهود برای قلب رخ میده، گاهی تو خواب. حالا یه نمونه شو من توی خواب عرض کنم که یکی از بزرگان معاصر نقل میکنه. کتاب شفا ابن سینا معروفه، یکی از بزرگان از معاصرین زنده است، چاپ هم شده کتابش. میگه استاد ما که استادیشون برادر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم استاد محمد حسن الهی طباطبایی، اینا دو تا برادر بودن، یکی بزرگتر مرحوم علامه طباطبایی سید محمد حسین که خب عمرشون هم طولانی بود و تفسیر المیزان و غیره، اون برادر از مرحوم علامه کوچکتر بود، زودتر هم از دنیا رفتن و او هم خیلی مرد عجیبی بود. میگفت که مرحوم الهی برای ما نقل کرد، برادر علامه طباطبایی فرمودن که من داشتم کتاب ابن سینا رو میخوندم، رسیدم به یه مطلبی. این مطلب گنگ بود، پیچیده بود. هر یک از شارحین شفای ابن سینا به این مطلب میرسیدن، میگفتن نمیدونیم منظور چیه، رد میشدیم. گفت من یه شب همطور داشتم میخوندم، گفتم ابن سینا خدا تو رو بیامرزه چی گفتی، هیچکی نمیفهمه. خوابیدم، تو عالم خواب ابن سینا اومد به خوابم، گفت آیا استاد محمد حسن مطلب من درسته؟ اینی که اینجا نوشتن از روی نسخه من رونویسی کردن، اشتباه نوشتن، اصل مطلب اینه و نسخه اصلیش هم فلان جاست، برو دردار. از خواب بیدار شدم، مطلب یادم بود، نوشتم دیدم معنی میده. گفتم خب این اولی که درسته، حالا نشانه دوم برم اون آدرس. رفتم اون آدرس، نسخه خطی رو پیدا کردم. خب این در عالم خواب شنید،
در عالم خواب گفتگو کرد. حالا بعضی تو بیداری این کارو میکنن. بنده از یک بنده خدایی که خودم شنیدم اهل این حرفا بود، گفت من هرچی دارم از یه پیرمردی دارم. تو روستایی زندگی میکردیم، باغ انگور تو روستای ما زیاد بود، و این پیرمرد آدم خیلی پاک و با تقوایی بود، حرفای عجیب و غریبی میزد. شبا میرفت تو باغش که آب بیل کنه، از باغ انگور آب بخوره. منم طلبه جوانی بودم، میرفتم میگفتم من موعظه کن. گفت یه شب رفتم این آب و بیل کرد تو باغ، اون بغل نشست یه کمی استراحت کنه بعد بره. یه دفعه گفت انا لله و انا الیه راجعون. هاشم طریب و حائری هم که فوت کرد. گفتم چی؟ گفت مگه نمیشنوی دارن اعلام میکنن. گفتم من که چیزی نمیشنوم، این مال مثلا 60 سال 70 سال قبله. گفت اون زمان تلفن و تلگراف هم بی راحتی نبود. فردا از خبر رسید به شهر ما که دیشب هاشم کریم فوت کرد. بهش گفتم گو آره در گوش شما برای من میگن. این همینی که حضرت توی این خطبه میفرماد، خطبه 222 نهج البلاغه، ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشبه. خب این عرفان، این معنی اصطلاحی عرفان این شد. همون جوری که حس داریم میتونیم احساس کنیم، عقل داریم میتونیم ادراک کنیم، دل داریم میتونیم شهود حقایق بکنیم. پس عرفان یعنی چی؟ یعنی شهود قلبی حقایق، مشاهده و معرفت دلی فؤادی حقایق. خب حالا عرفان اسلامی، اسلام چون آیین کامله، همونطوری که برای اینکه عقل ما بتواند خوب کار کنه راهنمایی هایی کرده، این کارو بکنید، این کارو بکنید، اسلام اومده گفته اگر میخواهید دل شما کشف حقیقت بکنه باید این کارا رو بکنید. مثلا چی؟ میگه هر چه انسان از گناه بیشتر فاصله بگیره دلش پاکتر میشه. ما یه پاکی جسمی داریم که حتی تو نمازم مطرحه. میگه اگه الان اینجای دست من یه ذره خون بود با این نماز نمیتونم بخونم، نجسه، باید برم پاکش کنم. یه ذره آستین و کت من خون بهش ریخته بود، نجس بود، میگه با این نمیتونی نماز بخونی، باید بری پاکش کنی. در عرفان اومدن گفتن خب اگه بدن و لباس نجس باشه، اینم نجاست ظاهری مثل خون و نجاسات دیگر، نماز نمیشه خوند. اون اثری که نماز میخواد ببخشه نمیبخشه. حالا اگر دل نجس شد چی؟ روح نجس شد چی؟ نجاست ظاهری مثل خون و بقیه نجاسات با آب پاک میشه، اما نجاست باطنی، آلودگی روح، مثل یه آدمی که کینه توزه، یه آدمی که حسوده، یه آدمی که دروغگوه، یه آدمی که غیبت میکنه، یه آدمی که منیت داره، اینو با چی، با کدوم آب من شستشو بدم؟ برم زیر دوش پاک بشم؟ اگه واقعا اینقدر راحت بود من حسود برم زیر دوش بیام بیرون بگم همه حسادت هم شسته شد. آدم کینه‌توز بره تو استخر آب بیاد بیرون بگه کینه ها. اون تزکیه نفس میخواد. اگر قرآن کریم فرموده قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، قد افلح من زکاها، رستگار اون کسی است که خودشو تزکیه کرد، تزکیه میکنه. لذا اومدن دستورالعمل هایی دادن و این دستورالعمل ها رو میگن سیر و سلوک عرفانی. منظور از سیر و سلوک چیه؟ مثلا همونطوری که میگن شما تا وضو نداشتید نماز بخونید، ببینید الان فرض کن بنده نماز مغرب عشا رو باید 7 رکعت میخوندم، 3 رکعت و 4 رکعت اگه مسافر نباشم، بگم من بی وضو 70 رکعت میخونم، اثر اون نمازو داره؟ نه. اگه خدای منه گفته مغرب 3 رکعته ولی با وضو رو به قبله، مکان و لباستم پاک باشه، بگم من بی وضو پشت به قبله با لباس نجس به جای 3 رکعت 300 رکعت میخونم، میگه اینا من در آوردی، اینا اثری نخواهد بخشید بلکه مخربه، برای اینکه تقلب کردی خلاف اون چه خدا گفته. توی عرفان هم همینطوره. میگه چیکار کنیم که دل ما پاک بشه؟ میگه سلام علیکم، میگه من در آوردی نمیشه، باید ببینید خدا چی گفته، باید ببینید معصومین چی دستور دادن. لذا عرفان اسلامی اونه که گام به گام برای طهارت جان
و پاکی دل به اون شکلی که انبیا و اولیا برای ما معین کردن، یا عالمانی که پیرو و انبیا و اولیان مثل فقه و مرجع تقلید. شما اگر در فقه از مرجع تقلید میکنید، مرجع تقلید از خودش میگه یا قول خدا و پیغمبر رو براتون میگه؟ از خودش یک کلام حق نداره حرف بزنه. اگه به شما گفت نماز صبحتون دو رکعته، چون خدا گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفتن. اگه به شما گفت مکه رفتی باید اینجوری محرم بشی یا اینجوری عمل کنی، از خودش نمیگه. اگه بخواد از خودش بگه میشه بدعت. عرفان اسلامی هم یعنی این. یعنی ببینید خدا و پیغمبر و ائمه چی گفتن، چه راهی قلب شما رو پاک میکنه. یه وقتی در تهران یه آقای اومده بود کلاس عرفان گذاشته بود، از همین عرفانهای غلطی که حالا میخوام عرض کنم اگه غلط بشه چقدر خطرناکه. بعد یه جوونی از شاگرداش اومد پیش من، گفت من کلاس فلانی رفتم، به من گفته که کی گفته میخوای با خدا راز و نیاز کنی، حتما وضو بگیری، رو به قبله بشینی، نماز بخونی، یه گوشه بشین، حتی پشت چراغ قرمز، حالا معطلی تا چراغ سبز، بگو خدا عاشقتم، دوستت دارم، قربونت برم، همین میشه راز و نیاز. گفتم در این که شما پشت چراغ قرمز به خدا بگی خدا دوستت دارم عاشقتم، این حرف بد نیست، خوبه، ولی این جای نمازو نمیگیره. این مثل اینه که بنده الان، مثل اینه که از باب تشبیه عرض میکنم، بنده الان یه کسالتی دارم، پزشک به من گفته این دارو رو باید بخوری، من میگم این دارو رو میذارم کنار، ولی هی میپرم بالا میپرم پایین، میگم خدا دوست دارم خوب شم، میگه بابا خدا برای تو قانون گذاشته، میگه سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، راهی که خدا گفته باید بگیری. شما ببینید برای اینکه دل پاک بشه چه راهی رو باید پیدا کرد. به خصوص یه شکل غلطی رواج دادن، میگه نماز لازم نیست بخونی، روزه لازم نیست بگیری، واجبات دین رو خیلی لازم، دل پاک باشه. نشانه دل پاک بودن چیه؟ بس اصلا همینه. عرض کردم اگه آلوده بشه خطرناکه اینا. بله دل باید پاک باشه، ولی از کوزه برون ترابد هر اون چه دروست. دل پاک دلیست که عبادت خدا رو کرده، دل پاک دلیست که اون چی که خدا میخواد از او تراوش کنه. وگرنه من بیام بگم خدا دوستت دارم، حالا من خدا رو مثال نمیزنم، میام حتی توی وادی مثلا همین علوم رائج ما، پزشکی داره به من لطف میکنه، میگه بابا جون شما این کسالت رو داری، بیا زیر نظر من، من دستورالعمل بدم که حالت خوب شه. من هی میگم آقای پزشک ممنونم، دوستت دارم، خدا خیرت بده، چقدر خوبی، عاشقتم، آفرین، ولی هر چی دارو داده میریزم کنار، هر چی رژیم غذایی به من داده خلافش عمل میکنم. عقلا به من نمیگن مسخره کردی؟ یعنی چی؟ اگه قبول، اگر ما بناس عرفان اسلامی داشته باشیم، باید ببینیم راهی که برای تزکیه نفس و صفای درون به ما معین کردن چیه. به عنوان مثال عرض میکنم، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یکی از علمای بزرگ شیعه است، خیلی مرد بزرگیه، انشالله کاظمین مشرف شدید، قسمت بالا سری که خانما الان اونجا بیشتر هستن، قبر جناب خواجه نصیر پشت ذریح کاظمین مشخص کاملا، خیلی مرد بزرگیه خواجه نصیر. یک کتاب و کلبه هم باستون زرائه بلوسید، گوه این رو سنگ قبر من بنویسید، همین ایشونه. ایشون یک کتاب خیلی کوچولوی و مختصر جیبی دارن راجع به عرفان به نام اوصاف الاشراف. اشراف منظورشون یعنی عرفا و برجستگان، اونهایی که به این شرافت نائل شدن. اوصاف یعنی صفتهاشون. کتاب گرچه کوچولوه، ولی واقعا اگر بخواد مثل اینجور جلسات با علاقه تدریس بکنید، شاید هفته یه جلسه باشه، یه سال وقت بخواد تا این کتاب کاملا جا بیفته. او یه حرفا رو خیلی قشنگ زده، من جمله این عبارت رو میگه، میگه در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. ببینید چقدر زیباست. من یه وقت ظاهر سجده دارم، آقا کف دست من باید باید اینا رعایت کنم، اشتباه نشه، همه رو با هم باید باشه. الان کف دستم رو کاملا گذاشتم رو زمین، زانوام چسبید، نوک انگشتام چسبید، سرم هم قشنگ اومد رو خاک. این میشه فیزیک سجده. ولی متافیزیک سجده چیه؟ سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی.
در سرداری. یعنی ممکنه من همینجوری که الان تو سجدم، ضمن سجده تو ذهنم بگذره کسی به قشنگی من نماز میکنه؟ این شد چی؟ خودخواهی، تکبر. عرفان میگه تا تکبر داری به هیچ جا نمیرسی. میگه تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقی است. خود این یه بته، انانیت. اصلا من سر به خاک میذارم که انانیتم رو پایین بریزم، بنده خدام. لذا مستحب به تو سجده بگید الهی عبیدو که به بابک، عبید مصغر عبده، این بنده کوچک در. اما کسی مثل من نماز، این کجا میگه؟ اگه عرفانه، اون راهایی که اینا رو قراره در دنیای درون ما بکوبه و ما رو. بزنتی یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام میگه وقتی که امام علیه السلام خراسان تشبیه داشتن، خب شیعه بود، علاقمند حضرت بود، میگه رفتم خدمت حضرت، یه سری سوالاتی داشتم، از اطراف مشهد اومده بود. میگه خدمت حضرت رسیدم، خواستم برم، حضرت فرمود بزنتی امشب خونه ما بمون. گفتم چه افتخاری از این بالاتر، حالا امام اجازه داده چشم میمونم. خدمت حضرت بودم و حضرت برای من شامی آوردن و شامو خوردیم. موقع خوابیدن شد، حضرت فرمود باش برات رخت خواب بیارم. حضرت رفتن از اتاق بغلی با دست مبارک خودشون یه رخت خواب بلند کردن. من تو ذهنم گذشت اه، من مثل این که در پیش امام ارزش دارم و امام دارن با دست خودش. فوری از اون اتاق امام فرمود بزنتی غرور بگیره بیچاره میشی ها. یعنی هر چه انسان اگر خواست توی این مسیر بالاتر بره باید حواسشو این بیشتر بکنه. لذا یه تشبیهی دارن عرفا، میگن شما اگر فرض کنید این پشت بام اون اوجیست که قراره به اونجا برسید، نردبان اینجا گذاشتن برید بالا، 1000 پله است، شما 900 پله رو طی کردید رفتید بالا، میدونید چقدر زحمت داره؟ یه اشتباه بکنید پاتون دره نمیاد روی پله 899، میاد پایین، دوباره شروع میشه. لذا میگن انقدر باید تو این سیر حواستون جمع باشه که اگر کوچکترین بیتوجهی در این سیر الله به شما دست بده، یه وقت ممکنه شما رو ساقط کنه. باید حواس، این میشه عرفان. به همین جهت میگن بعضی ها اگر ظرفیت ندارن وارد این مرحله نشن. اینو تشبیه کردن بعضی عرفا، تشبیهشون خیلی خوبه، دقت کنید. این مشکلی که من گفتم اگه عرفان به شکل غلط و مجازی بشه بیچاره کننده است، الان با این مثال نزدیک میشه و نمونه های عینیش هم براتون عرض میکنم. یه مثالی زده یه عارفی، میگه شما یه تخم مرغ رو در نظر بگیرید، در حالت عادی این تخم مرغ میتونه پخته بشه، مثلا یه نیمرو بشه، خب یه غذایی است به درد افراد میخوره. ولی اگر شما خواستید صبر کنید، حوصله کنید، مراحلی که قرار تبدیل به جوشه بشه تحمل کنید، این تخم مرغ زیر مرغی قرار بدید، حوصله کنید، تبدیل میشه به یک جوجه، این جوجه میشه مرغ، بعد ممکنه خودش 100 تا تخم مرغ بده، ممکنه 10 تا جوجه تکثیر کنه، اما به شرط ها و شروط ها. شرطش چیه؟ صبر کنید، این مراحل رو طی کنه. حالا اگر این تخم مرغ زیر مرغ گذاشتید 10 روز 12 روز، بعد از زیرش برمیدارید، نه اون تخم مرغ نیمرو به درد میخوره چون گندیده شده، نه جوجه شده. انسان‌ها در حالت عادی نمازشون رو می‌خونن، روزه‌شون رو می‌گیرن، بندگان مثلا عابد الهی‌ان، ولی اگه بخوان بیان تو این وادی میشن سلمان، میشن ابوذر، میشن مقداد، میشن فزه خادمه حضرت زهرا. فزه به کجا رسید؟ فزه کسی است که وقتی توی کاروان کربلا به سمت شام می‌رفتن به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد اجازه میدید مائده آسمانی نازل کنم؟ بله، به این قدرت رسید. مرحوم آیت الله کمپانی، اون استاد همه فقها، اون مرد عظیم، شعری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داره که معروف، قنچه فکر بکر من لب سخن چوبا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند، آخرین بیتش اینو میگه مفتقر آمد آب روی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. یعنی اینو اون مرد میگه، نه یه آدم عادی. حالا میگه شما میتونید این تخم مرغ در حد نیمرو نباشید، بیاید بشید فزه، اما لازمش چیه؟
بین راه رها نکنید. اگه قراره بیاید بین راه مثل اون تخم مرغ گندیده میشه، پس اصلا نیاین. دانشجوی پزشکی 3 سال خونده میگه آخه من پزشکی خوندم مطب واکنم، خب این مردم میکشه. عرفان مجازی یا اون مراحل رو طی نکردن، تقوای لازم رو ندارن. اصلا عرفان اومده جهت این که مرید پیدا کنه، و حال این که در عرفان اولی که ما معنی کردیم عرفان اصطلاحی، گفتیم شناخت دلی قلبی حقیقت. حقیقت یعنی خدا. یعنی عارف کسی است که بگه خدا، اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان. اگر کسی بگه من اومدم تو عرفان برای اینکه به مقام شهود برسم، عارف نیست. اگر کسی بگه اومدم تو عرفان سیر و سلوک برای اینکه قدرت پیدا کنم مستجاب و دعوه بشم، عارف نیست. اگر کسی بگه اومدم تو مسیر عرفان تا خدا قدرتی به من بده توی آب فوت کنم شما مریضید شفا پیدا کنید، عارف نیست. میگه من فقط اومدم بنده بشم، خدا از من راضی. حالا خدا این آثار رو میده بحث دیگریه. لذا به این نکته ببینید، اگر عارفه میشه امام سجاد علیه السلام. شما این مناجات 15 امام سجاد رو تو مفاتیح هم اومده، من یه تیکش الان براتون عرض میکنم، دقت بکنید. و استغفر که من کل لذت به غیر لذت ذکرک. الله اکبر از این عبارت. استغفار برای چی میکنن؟ چیزی که میگیم، حالا گناه هم نگیم، حتی مثلا یه کاری که فرض کنید شما یه الان سر بچه‌تون یه دادی کشیدید، گناه هم نبود، در حد میگه همینم هم نمی، حتی ترک اولا اینم نمیشد، ولی حضرت چیو میگن؟ و استغفر رو که استغفار میکنم تو را من کل لذتن، از هر لذتی که به غیر لذت ذکرک، غیر از لذت یاد تو بود. اگه بنده بگم امروز فلان غذا رو خوردم لذت بود، لذت بردم، معصیته؟ نه. ولی حضرت میگه نه، باید لذت ببین، فقط تو. این میشه عرفان. اون وقت میان یه 4 کلاس میرن، 4 ریاضت ها رو بله میکشن. الان مرتضای هندم قدرت های عجیب و غریبی دارن، اینا بر مبنای ریاضت خب یه قدرتی پیدا کردن. حالا اگر کسی بر مبنای ریاضت قدرتی پیدا کرد، میخواد بگه که منم که این قدرت رو دارم، بعد بیاید به سراغ من. لذا در عرفان میگن هرچه در این ره نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. یعنی شما توی مسیر دارید میرید بالا، میخوان دلتون رو به این مقامات خوش کنند، باید اونقدر قوی باشید بگید نه، ما فقط او رو میخوایم. لذا شاخصه های عرفان اسلامی چیه؟ 3 شاخصه رو من یادگار تو این جلسه براتون میذارم، چون وقت زیقه، وگرنه اینا رو باید مفصل بحث کنیم. 1، عرفان اسلامی در صورتی عرفان اسلامی است که هدف فقط خدا باشه، مقام نباشه، دنیا نباشه. به همینجا بذارید شاهد براتون بیارم. ببینید شما دعای کمیل رو شبای جمعه میخونید، از اون دعاهای عرفانی عالی مکتب اهل بیته. امیرالمؤمنین گریه را یه اسلحه مؤمن میدونن، و سلاح و حل بکا، پس سلاح اسلحه است، گریه خیلی مهمه. اما همین امیرالمؤمنین در کتاب قرر الحکم میگه ما 2 جور گریه داریم. خوب دقت کنید، البکا من خیفت الله، بکا از خوف خدا. اما برای چی؟ البکا من خیفت الله، بکا از خوف خدا. متشکرم. از خوف خدا. یه وقت من گریه میکنم از این که نکنه خدا منو جهنم ببره، گریه میکنم نکنه بهشت کاخ همسایم از کاخ من بزرگتر باشه. اینم گناه نیست، ولی عرفان نیست. عرفان چیه؟ البکا من خیفت الله للبعد عبادت العارفین، گریه از خوف خدا که نکنه خدا منو از خودش دور کنه. این میشه عبادت عارفانه. لذا تو دعای کمیل ببینید، صبرت حبنی، خیلی متشکرم، حبنی صبرت علا عذابک و کیف اصبر علا فراقک. یعنی چی؟ یکی از علما میگفت من که جرئت نمیکنم این عبارتو بگم، میگم قال علی کذا،
میگن در شهر حلب که این اخیراً هم داعشی ها خیلی اذیت کردن که میدونید، خدا انشالله همه مشکلات از جوامع اسلامی به لطف و عنایت خودش انشالله برطرف کنه. میگن اولی که مسلمون شدن، خب یک یهودی با صدای بلند و خوش صدا بود، اومدن گفتن تو میای برای ما اذان بگی، پول بهت میدیم بیا برای ما اذان بگو. خب بلنگو که نبود، بعد این گفت باشه پول. میمد میگفت المسلمون یقولون الله اکبر، من نمیگم، اونا دارن میگن المسلمون یقولون، المسلمون یقولون اشهد ان لا اله الا الله. حالا این آقا میگفت علی قال ابنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. من آتش اینو با یه مثال عرض میکنم، باز یادگار این جلسه بمونه. ببینید اگر ما شما کلان دارید این بحثو میکنید، 20 سال 30 سال مطالعه کرده باشید، خونده باشید، تحقیق کرده باشید، شیفته این مطالب شده باشید، یه مطالبی براتون مبهم مونده، بشنوید. مثلا توی اپسالا 60 70 کیلومتر اون طرفتر از استکهلم یه آقایی کلاسی گذاشته اذان صبح، اینا رو دقیقاً داره حل میکنه. شما میگی خیلی دوست دارم این برام حل بشه، از اینجا پا میشید میرید تا اپسالا، دو جلسه سه، میگه عجب جالبه، لذت بردم، حل شد. روز پنجم میرید میبینید درو بستن، میگه چی شده؟ میگه اون بغل بازه، شکلات میخوای هست، بستنی میخوای هست، چلو کباب میخوای. میگه اونا رو میخوام چیکار کنم؟ سیلی میزنی بزن، ولی درو واکن بیام یاد بگیرم. این میشه یا نمیشه؟ برای کی؟ برای کسی که لذت اون مد. حالا اگه یه بچه بود چی میگفت؟ میگه این که بهتره که اون ورچلو کبابه، بریم اونجا. شما خندتون میگیره. عرفان یعنی این. میگه خودتو میخوام، خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنن از خدا جز خدا. خدای عابد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی اگه اسمش شنیده باشید، مرد بزرگ این میدان بود دیگه، 60 سال قبل در قم فوت کرده، تو قبرستان شیخان قم دفن استاد علمای بزرگ قم. ایشون میگه بهشت بعضیا تو باغ و کاخ و گلابی خوردنه، مثال میزنه، ولی بهشت اولیای الهی پای درس امیرالمؤمنین نشستنه. لذا عرفان اسلامی یعنی این. حالا این راه داره، به همین راحتی به کسی مجانی چیزی نمیدن. باید اولین قدمش این سه تا شاخصه رو عرض کردم، یک برای خدا، خب دومی این برای خدا بودن توش میاد. لازمه برای خدا بودن چیه؟ هر چی خدا گفته واجب بگه چشم، هر چی خدا گفته حرام بگه چشم. خیلی وقتا ما تو ایران هم مواجهیم، مثلا جوونی میاد تو دانشگاه با یک سوز و گدازی، راستم میگه، دروغ نمیگه، میگه دلم میخواد تو عرفان کار کنم. میگم پدر مادر ازت راضی هم؟ میگه نه. میگم خب اول برو اونا راضی کن، و خدا گفته تو تا رضایت پدر مادر نداشته باشی به جایی نمیرسی. بعد من سر کلاس بودم عرفان تدریس میکردیم، دیدم که یک جوانی درو وا کرد، اجازه میدید بیام تو کلاس؟ فهمیدم دانشجو این کلاس نیست، گفتم بفرم. اومد نشست، کلاس که تموم شد اومد جلو، گفت من دانشجوی این کلاس. گفتم دیدم، شنا فهمیدم، چون کلاس های مقاطع بالات تعداد کمن، آدم دقیقه اینا رو میشناسه. گفت من دانشجوی نمیدونم فلان دانشگاهم، علاقه مند به عرفانم، اومدم اینجا، رفتم دفتر، گفتم راجع به عرفان میخوام. گفتن برو سر کلاس فلانی با فلانی صحبت کن. آقا من میخوام به بالاترین قله عرفان برسم. یه نگاهی خودم خوشا به حالتون، آقا دست ما رو میگه. البته وقت هیچ کاری هم ندارم. گفتم ها اومدید کپسول بهتون بدم؟ والا تا حالا به ما ندادن. یه سه تا کپسول، یکی صبح یکی ظهر یکی شب بخوریم بشیم قطبت العارفین زبدت. یه حرفا چیه؟ باید خدا برای ما مطرح باشه، باید واجبات خدا رو مهم بدونیم، باید حرام رو ازش بترسیم. اما اومدن عرفانهای مجازی رو انداختن، نمازم نخوندی مهم نیست، دلت پاک باشه. آخه کی نماز نمی... چون اگه دل پاکی که باید به عبادت خدا رو بکنی، اگه دل پاکی که باید از گناه بترسی. و این عرفان‌های مجازی شیطانم خیلی زرنگه، خیلی زرنگه. این عبارت یادتون باشه، دزد برای دزدی سراغ خونه پر میره یا خالی؟ خونه خالی بره چیکار کنه؟ چیزی نیست بدوزه. شیطان با غیر مؤمنین چیکار داره؟ چیزی ندارم بدوزه.
ولی تا میبینه شما دارید تعالی پیدا میکنید، تو خانه دلتون داره سرمایه میاد، شیطون هم میاد. اینجاست که باید حواس رو جمع کنیم. لذا شاخصه عرفان اسلامی یک خدا، دو شریعت. شریعت یعنی چی؟ یعنی واجب واجب، حرام حرام. حالا به اندازه‌ای که انسان توان داره غیر از واجب، حالا مستحبات هم مثلا چقدر عالی انسان، اگه میتونه گاهی روزه مستحبی بگیره، اگه میتونه نصف شب باشه نماز شبی بخونه، اگه میتونه و کذا اینا. پس یک خدا، غیر از خدا هیچی برای عارف نباید مطرح باشه. دو شریعت، باید احکام رو دقیقا مقید باشه. سه هماهنگی با عقل. حالا چرا اینو فوری میان میگن؟ آقا مولوی گفته پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تمکین بود. چرا این حرف رو میزنن؟ نه، اونی که مولوی گفته در جای خودش اون حرف درسته، ولی معنیش این نیست که اینا میگن. او چی گفته؟ شما الان اگر بنده بخوام بگم این چای تلخه یا شیرینه، چجوری باید بفهمیم؟ بچش. خب ابزارش هسته. حالا بنده بگم شما فکر کنید شیرینه، میگن کار فکر نیست، کار عقل نیست. شهود حقیقت کار عقل نیست، کار دله. اونو داره میگه و درست هم هست. اینی که میگه شما در رویای صادقه این مطلب رو میبینید، یا شما این قدرت رو به فرموده امیرالمومنین تسمع بهی بعد الوقره تبصر بهی بعد الاشبه که الان توضیحش، اینا کار عقل نیست، کار دله، اما مخالف عقل نیست. عرفان مجازی میگه عقل بذار کنار. چرا؟ چون هر مزخرفی رو میخواد به خورد ما بده، میگه ما این که با عقل جور در نمیاد، یه عقل بذار کنار تا بتونی اینجوری گولمون بزنه. اصلا عرفان اسلامی مگه مخالف عقله؟ شما کدوم کتاب دینی دارید به اندازه قرآن سفارش رو به عقل کرده باشه؟ افلا یتفکرون، افلا یتعقلون، افلا یتدبرون. تا اونجا که امام علیه السلام فرمودن تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. لذا مطالب عرفانی مخالف عقل نباید باشه. مثلا میاد به شما میگه از این اینا تو ایران هست، حالا اینجا من نمیدونم هنوز رسیده یا نرسیده، کلاس عرفان گذاشته، به پسر و دختر میگه قاطی بشید اشکال نداره، بی حجاب باشید اشکال نداره، نماز نخونید اشکال نداره، حالا روزم نگرفتید اشکال نداره، دلتون پاک باشه میشود جز اولیای الهی میشی. این کجاش؟ میگیم بابا این کسان با عقل جور در نمیاد، چون عقل میگه پیغمبران ما. میگه نه ما رسیدیم. میگیم رسیدیم. یکی از اینا بنده با خودش بحث میکردم، گفتم امیرالمؤمنین در حال نماز شهید شدن یا نه؟ گفت بله. گفتم امام حسین روز عاشورام نماز ظهرشون رو نماز خوب خوندن یا نه؟ گفتم چطور شما میگی ما نماز احتیاج نداریم؟ آخه این اگر عرفان مثل اصل دین، چون وقت کمه برای سوال جواب وقت بذارم جنبندی میکنم، اصل دین خدا پیغمبران و فرستاد تا خاتمش پیغمبر اسلام، بعد ائمه خدا به ما نشون بدن راه اینه. حالا این همه دینای قلابی اومد و مردم رو گول بزنن و چه بکنن؟ عرفان اصلی همون جوری که ما عقل داریم باید حقایق بفهمیم، ما دل داریم، دل میتونه شهود حقایق بکنه، ولی براش راه گذاشتن، راهش هم شریعته و اون آدابی که در دین برای ما معین کردن. اگر میگن سیر و سلوک عرفانی، یعنی اون راهی رو که خدا پیغمبر به ما یاد دادن، این راه رو بگیریم بریم جلو. حالا اگر اینو بیایم شکل غلطش، مثل این که شما به جای دستور پزشک حاضر یه دستورات مندرآوردی بدید به افرادی، معلوم بیچاره کننده میشه. حالا در مقابل طب واقعی، طب قلابی جسم از بین میبره، در مقابل عرفان واقعی و دین واقعی، عرفان قلابی و دین قلابی جان رو از بین میبره. پس اگر بخوایم عارف باشیم، عرفان اسلامی ببینیم. مثلا حالا الحمدلله این ایام هم نوشتن کتابایی، هم عرفانی که تو دعای عرفه اومده، عرفانی که تو دعای کمیله، عرفانی که توی صحیفه سجادیه است، عرفانی که توی مناجات خمسه عشره، اینا قوغاست. وقتی شما توی مناجات خمسه عشره امام سجاد میخونید لقاء که قرت و عینی، لقاء ببینید، قرب داریم، وصل داریم، لقا داریم، وصلم داریم. توی مناجات میگه شما میگید نماز میخونم قربتن الالله، قربت یعنی چی؟ با قاف نه. خب نزدیکی مکانیه؟ خدا که مکان نداره. زمانیه؟ خدا که زمان نداره. پ
پس این نزدیکی چه نزدیکیه؟ مقامی. خب حالا فرق قرب با لقا چیه؟ یا ایها الانسان انکه کادهن الی ربک کدهن فملاقی. توی مناجات امام سجاد هم میخونید و لقا و که قررت و نفسی و وصل و که قررت و عینی و وصل و که منا نفسی. بعد از بعد میگه لقا. فرق لقا با قرب چیه؟ لقا اوج قربه، اوج قرب. الان ببینید شما، ما مثلا تو فرهنگ خودمون آقایون با آقایون، خانما با خانم به هم دیگه میرسن، میخوان نهایت محبت و همدیگر در آغوش میگیرن، یعنی این میشه نهایت نزدیکی. خدایا قرب به اون اوجش برسه. وصل تداوم قربه، یا ببخشید تداوم لقا. این لقا قطع نشه، تداوم بیابه. خب اینا میشه عرفان. اما با چی؟ نماز خوب بخونم. یکی میگفت که آقا ما اگر بخوایم دیگه، وقت زیق جمع میکنم الان، ما نماز با حال و با معرفت که نداریم، پس ویل میکنیم تا هر وقتی که حال و معرفت پیدا شد. گفتم با همین جور خوندنا بخون تا حال، اگه ویل کنی که هیچ وقت هیچی پیدا نمیشه. گفت آخه بعضی نماز میخونن دروغ هم میگن. گفتم نمازشون بده یا دروغشون؟ گفت دروغشون. گفتم تو نماز بخون، دروغ نگو. خب چرا اون یکیشو گرفتی؟ لذا اینا همه بهانه است برای اینکه از راه اصیل جدا بشیم. من چون دیگه مثل که 5-6 دقیقه بیشتر وقت نمونده، ببخشید اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. مواجه هستید. مثلا حقوق خانم که مثلا در اسلام نه، ارث خانم مثلا، این مثلا خیلی بله. قرار این مسئله، چون میخوان میگن که بله بله اسلام پایین هستش، دقیقا روی این مسئله انگشت بله. مثلا میگن نصف حقوق ارث مرد هست. بله بله. اینو مثلا خب میگن اینکه با عقل جور در نمیاد. بله. بسیار بله. به سوال خیلی خوبیه، ولی عرض میکنم دقت بفرمایید. البته ما دو بخشه، یک بخش تو مرحله عرفانه، بنده اینم عرض میکنم، تو مرحله عرفانه به این معنی که شهود عرفانی با عقل مخالف نباشه. مثلا طرف میگه من تو عالم مکاش، اون شهود منظور معرفت قلبی، میگه تو معرفت قلبی دیدم یا تو معرفت قلبیم شنیدم که مثلا خدا دوتاست، ببین با عقل جور در نمیاد، قطعا یه جا اشتباه. لذا ما همون طوری که اون دریافت عرفانی رو الهام میگیم، وسوسه های شیطانی رو هم حواجس میگیم. لذا قرآن کریم هم میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي، ممکنه وسوسه هایی باشه، لذا این باید با. یا مثلا طرف بگه من تو دنیای مشاهده عرفانیم شهود کردم که دیگه لازم نیست نماز بخونیم، میگم این با عقل جور در نمیاد، تو معصوم نماز ولی نکرد. این یکیه. اما این مال از تالی قبل از اونه، تو بحث شریعته. گفتیم عرفان بی شریعت نمیشه. میایم اونجا میگیم ببینید آیا این مطالبی که گفته شده عقل میتونه اثبات کنه که این غلطه، یا بعضی جاهاش هنوز عقل نفهمیده، و تازه اگه دقیق بشیم عقل میتونه توضیح بده. مثلا به عنوان مثال عرض کنم، اگر شما میگید در شرع ارث زن نصف ارث مرده، عقلا بیایم اصلا اسلام ارزش رو چه زن چه مرد، چه مرد با مرد چه زن با زن، بر مبنای اقتصاد یا ان اکرمکم عند الله اتقاکمه. یه مرد با تقوا از هزاران زن بی تقوا بالاتره، یه زن با تقوا از هزاران مرد بی تقوا بالاتره، اصلا معیار برتری تقواست. اما اقتصادم روی روالی باید در جامعه تقسیم بشه. به این معنا اسلام اومده نفقه زن رو به عهده مرد گذاشته، این یک پوانه برای زن.
یعنی واقعا زن حتی اگر خودش میلیاردرم باشه ولی نفقه به عهده شوهره. به محضی که عقد خونده شد بله گفتن مرد قبول کرد، هزینه زن از زندگی و فلان با مرده، مهریه حق زنه و میتونه بگه این مقدار. میگه حالا که اینه، از اون طرف هزینه زن و بچه با مرده، مهریه هم با مرد باید بده، پس ارث اونجا نصف کنیم، بذارید تعادل برقرار بشه. پس این خلاف عقل نیست اگه بررسی بکنیم. من سال قبل از فکر کنم که دقیق یادم نیست 2003-2004 این حدودا بود، توی دانشگاه اپسالا یه برنامه داشتیم، موزه اون بغل هست، رئیس موزه خانومی بود، ما یه گروهی بودیم از دانشگاه تهران، اون موزه رو رفتیم بازدید کنیم. اون رئیس اون موزه که یک خانومی بود علاقمند به ایران و اسلام هم اجمالاً بود و ما رو تو اتاقشون بردن یه صحبتی کردن، برای من خیلی جالبه، من تو ایران چند جایی رو تعریف کردم. گفت من فکر میکنم هیچ آیینی به اندازه اسلام به زن بها نداده، من سنشم بالا بود، من تو این سن تا خودم کار نکنم نمیتونم زندگی کنم، ولی اسلام به خانم میگه هزینت با مرده. اینا رو باید کنار هم بگذاریم. اینجور موارد سوال شما حقه، ولی باید بریم سراغ کسانی که اینا رو میدونن. ببینید الان راجبه مثلا بنده اگر یه مطلب پزشکی رو از قول یه پزشکی برای یه موردی نقل کنن، بگم این که با عقل، میگه خب من پزشکی نخوندی، با چهار تا پزشک بیاد بررسی کنم این عاقلانه هست یا نه. اینجا تخصص مادرزادی میشه، نظر میده. بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم، خواهش میکنم. مطالبی رو که انتخاب کرده و واقعا همه میدونن که فوق العاده عالمانه، خواهش میکنم. خواهش در واقع در حد عالمانه شما صحبت کردیم، خواهش میکنم. خواهش میکنم. اما اون چی که ما در دل داریم و شاد بگم در دل ما باشه که بخواهیم میکنم عامیانه تر باشه مطلب، بله، یعنی ساده تر باشه که منی که اطلاعاتم در حد فوق العاده متوسط و پایینه بیشتر بفهمم. یعنی عناوینی که در هفته گذشته در اختیار ما گذاشتن از جمله عرفان بود و عرفان اسلامی بود و عرفان‌های به اصطلاح نوظهور بود که الان فوق العاده متداول در فرقم نداره که بگیم مثلا چون که اینجا اروپا و شاید در اکثر جامعه در ایران بدتره و از اون گذشته صوفی و صوفیگری بود که فرصتی دیگه نیست که برای یه مسئله صوفیگری. و اما چون که تا اندازه به اصطلاح مسئول هستیم، اگه اجازه بدین کمی عامیانه تر و ساده تر و پایین تر، یعنی در حد فهم من باشه مطالب به اصطلاح عرفان اسلامی، که عرفان اسلامی چی میتونه باشه خیلی راحت تر متوجه بشیم. یا یک دو تا مثال داریم که میگم که آدم بهره بیشتری از وجود شما داشته باشه. مطالب شما فوق العاده به اصطلاح عالمانه بود. من به عرفان رو برای خاطری که در سر کلاس بتونم ساده پیاده کنم، در همینطور که شما فرمودین که در سه قسمت، در سه کلمه خلاصه میکنم. یکی اینی که اول عرفان باید شناخت و قرائت قرآن باشه، یعنی به طور بحث و شفاهی باشه. یعنی تا به اصطلاح یک نفر عارف تا با قرآن آشنا پیدا نکنه در درجه اول قرائت، بعد از اون درک مطالب هنوز قدم بالاتری نمیتونه بره، پله بالاتری نمیتونه بره. پس اول میشه مرحله خود این که همونی که فرمودین خداشناسی در کجا؟ در قرآن. الان به طور معمول اگر شما بفرمایید خدمت همه خواهران عزیز، بدون استثنا 99% قرآن رو میشناسن، میبینن که کتاب مقدسی و در توی این کتاب مطالبی هست به زبان عربی. 10 مرتبه قرآن خدا فرموده که این کتاب رو به عربی بخونین. خب اینا رو متوجه شدن، وقتی که خوب متوجه شدن، کم کم یک کمی بالاتر یک کمی بهتر به درک مطالب پی بردن، در واقع شریعت رو تا اندازه زیادی به دست بردن. این البته نظر من ها، اگر شما من فکر کنم، بله فکر کنم یه تغییری باید به این فرمایش استالی بدید به این معنی. بنده یه کمی اونورتر رفتم از مطلبشون، گفتم اول خدا، شما قبل از قرآن باید خدا رو مطرح کنید، بعد از خدا قرآن میخواین بگید. شریعت که بنده گفتم هم قرآن توشه هم سنت پیغمبر و معصومین.
لذا شریعت گفتم. و شریعت هم ببخشید، شریعت هم انسان که میاد چون نوعاً اکثریت مردم خودشون مجتهد نیستن و بخوان قرآن رو بخونن خیلی خوبه و بایدم بخونن، لذا اشاره کردم غیر از واجبات، مستحبات، نماز شب، فلان، اینا درست. اما خب این الان با قرآن خوندن که نمیتونه احکام شرعیه رو استخراج کنه، این باید زمینه تقلید از عالم دینی و تبعیت احکام رو بهشون بره. بله 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 بیان میکنن. بله 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 اینم اجازه بدید توضیح عرض بکنم، حالا به اندازه که وقتی جزم. من یه سوالی از هستالی میکنم، اگر یک کمیسیون پزشکی داشته باشیم 5 تا پزشک راجع به یه بیمار، هر 5 تا پزشک حاضق سالم بی‌غرض، امکانی این که چند تا نظر مخالف بدن هست یا نیست؟ نه حالا وارد میشم، من سوال دارم، میشه یا نه؟ چرا؟ علم دیگه، علم اینه، فقه هم علمه، منتها فرقش با امام معصوم همینه. ما در دوران غیبت امام زمانی، اگر امام زمان دست داشته باشن این اختلاف هم نیست، چون در دوران غیبته این فقیه میگه عین اون پزشک، من از مجموعه روایات و آیات اینجوری فهمیدم. اون وقت این تفاوت هم در جزئیاته، در اصول اولیه نیست. اصول اولیه همه یه چیزی مثلا یکی میگه تسبیحات اربعه رو حتما باید سه بار بگید، اون یکی میگه نه یه بارم کافیه با توجه به نحوه برداشتی که از اون روایات میکنه، ولی اصول یکیه. بله خواهش بفرمایید. خواهش میکنم. خب ببینید اینجا باز یه نکته هست که اگر این معانی که بنده خیلی سعی کردم که پیچیده سنگین نباشه، با مثال و اینا ساده کردم، عرض کردم که شما اگر توی شریعت میاید یه مرحله طهارت ظاهری دارید، یه مرحله باطنی. طریقت به اون طهارت باطنی برمیگرده، شریعت همه اون مراحل قبل رو داره، لذا اگر قرار بشه شریعت با طریقت همراه بشه، یعنی شما وقتی میبینید که تو مرحله شریعت اگه لباس نجس باشه نماز نماز نیست، مثل این که ما تحویل بدید الان چر، اما تو مرحله طریقت اگر بدونید دل نجسه مطمئن باشید اون نتیجهی که باید بده نمیده، وقت اونم تلاش میخواد. لذا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن میخوان ببرین اینو یا دیگه باید جمع بشه. الان همین که تمامش میکنم چون منتظرن. امیرالمومنین فرمودن کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قيامه الا السحر والعنا، چه بسا روزدارانی که فقط گرسنگی و تشنگی براشون میمونه، چه بسا شب زنده دارانی فقط زحمت بیداری. اینا یعنی چی؟ یعنی اون آداب، چون دیگه بیشتر مثل این که معید باشید انشاءالله. خدا نگهدار شما.